ببینید، اظهارات آقای مرتضوی زنجانی رو در دو بخش باید تحلیل بکنیم. بخش اول در قالب اعترافاتی هست که مصداق اقرار محسوب میشه علیه خود، که خب به قول خود آقایون فقها اقرار العقلا علی انفسهم جایز. بنابراین وقتی فردی علیه خودش اعترافاتی داره، میتونه به وقتش بر حسب شرایط و مورد مستند واقع بشه، چون فرض بر اینه که عاقل بوده و علیه خودش اظهاراتی داشته. بخش دوم شهادت هست که خب ایشون به عنوان فرد مطلع و مسئول وقت نسبت به اشخاص و شخصیت‌های سیاسی یا مسئول در مقاماتی که در حوزه قضایی هستند یا سیاسی اطلاعاتی داشته و اظهار نظر کرده، که اون هم در قالب شهادت میتونه به وقتش بهش استناد بشه. موضوعیتی نداره که این اظهارات یا اعترافات به تعبیری در کدوم فضا و در چه اپلیکیشنی مطرح شده باشه، کلاب هاست یا هر اپلیکیشن دیگری، به هر حال فرقی نمیکنه. اظهار نظرهای افراد چه به عنوان ادله اثبات دعوا در دادگاه ها، چه به عنوان قرینه یا اماره در بعضی از محاکم میتونه مستند واقع بشه. در گذشته به شکل کلاسیک ادله اثبات دعوا در دادگاه به نحوی موضوعیت داشت و صدای ضبط شده رو نهایتاً به عنوان قرینه میگرفتن. اما الان در سالهای جدید از سال 1382 خورشیدی با توجه به تصویب قانون تجارت الکترونیکی ماده 12 به ویژه بند الفش، توضیحاتی که در مورد داده پیام یا دیتا مسیج داده شده تاکید میشه هیچ فرقی نمیکنه که در چه فضایی باشه این داده ها، پیام ها صوتی باشه یا به چه نحوی باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه و دیگه نمیشه ارزش حقوقی اون رو انکار کرد. طبیعتاً در قوانین خاص وقتی یک موضوعی میاد که میتونه در موارد دیگری تعریف از همون هم استفاده بشه، در اینجا وحدت ملاک میشه گرفت از تعریفی که در اون قانون مطرح شده برای مراحل کیفری. البته بسته به این که دعوایی در جریان باشه یا بخواد دعوایی مطرح بشه یا بخواد در مقام دفاع کسی بخواد از این اظهارات استفاده بکنه، مهمه که در هر سه حالت این اظهار نظرها از دو مسیری که عرض کردم قابلیت اتکا و استناد داره. به طور ویژه میتونم بگم اتفاقا اون اظهار نظرهایی که ایشون در رابطه با کشتارهای 67 داشتن و در مورد اینکه بسیاری از پیکرهای زندانیانی که به قتل میرسیدن در اونجا رو از طریق کامیون ها منتقل میکردن، این همون موضوعی هست که الان در پرونده‌ای که در محله تجدید نظر جاری هست در استکهلم، دادگاه حمید نوری با توجه به اظهار نظرهای آقای مرتضوی زنجانی از اوین و گوهردشت و تمرکز دادگاه استکهلم روی گوهردشت، من فکر میکنم اولین کاری که ما به عنوان وکلای حقوق بشری باید انجام بدیم اینه که سریع اظهار نظرها رو مستند بکنیم، ترجمه بکنیم و در اختیار دادستان‌ها یا وکلای پرونده قرار بدیم برای احترام به حقیقت و اینکه خب عدالت یا دادخواهی به سرانجام بتونه برسه. اینا همه جدا از این است که همونجور که اسدالله اسدی تبادل شده در کمال ناباوری، فروپاشی حقوقی از نظام جمهوری اسلامی، ویروسش به اروپا هم ظاهرا منتقل شده. حالا معلوم هم نیست که این اظهار نظرهای اخیری که در شبکه 4 سوئد مطرح شد در مورد احتمال تبادل حمید نوری و بازگشتش به ایران، در فرضی که اتفاقا نخواد بیفته، از نظر قضایی مهم اینه که اینها باید به اون دادگاه منتقل بشه، چون در اونجا هم زمانی که ما در استکهلم بودیم دیدیم که دادستان‌ها و وکلای شاکیان و دادخواهان چقدر روی این مسئله تکیه داشتن و ایشون چقدر با متاسفانه جسارت و وقاحت اون رو انکار میکردن. اظهار نظرهای آقای مرتضوی زنجانی از این بابت در پرونده جاری فعلی هم میتونه حتی مستند واقع بشه. امیدوارم که موفق باشید.